شب شما بخیر. به برنامه دیگه از روی خط خوش اومدید. حدود 77 میلیون نفر در داخل و خارج از ایران یارانه نقدی دریافت می‌کنند. اینو سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته. حالا دولت 1000 میلیارد تومان کسر بودجه آورده و قرار یارانه 22 میلیون نفر حذف بشه. نظر شما در مورد حذف یارانه 22 میلیون ایرانی به نام دهک‌های پردرآمد چیه؟ اصلا معیار تعریف پردرآمدها در ایران چیه؟ دولت چطوری میتونه این گروه از جامعه رو شناسایی کنه؟ فیلتر و نحوه نظارت دولت چطوری خواهد بود؟ من رویا ملکی و آرش سیگارچی منتظر شنیدن نظر شما هستیم. از همین الان میتونید با شماره 202-692-4360 به برنامه خودتون بیاین و البته از طریق فیسبوک با من چت کنید، نظر بدید. اسکایپ یکی از راههایی هستش که ارتباط شما با برنامه روی خط رو برقرار می‌کنه، صوتی، تصویری و نوشتاری. اما شما میتونید برای ما ایمیل هم بزنید و نظر بزنید یا شماره تماس بزنید، ما با شما زنگ بزنیم و اینستاگرام و توییتر روی خط رو دنبال کنید. به برنامه خودتون خوش اومدید. خیلی در این دوشنبه با روی خط هستید. قراره درباره حذف یارانه پردرآمدها در ایران در این برنامه صحبت کنیم. سه ساله که طرح هدفمندی یارانه‌ها به پرداخت نقدی تقریبا ماهانه منجر شده. طرح زیاد با کارشناسی شروع نشد و حالا دولت جدید میگه کشور برای پرداخت یارانه نقدی پول نداره. پیشنهاد ساده است. به جای پرداخت یارانه به همه، به پولدارها داده نشه. مسئله‌ای که از اول هم هدف این طرح بود. شما چی فکر می‌کنید؟ با حذف سه دهک بالای جامعه، اونهایی که درآمد بالایی دارن موافق هستید که حذف بشن اونها از این لیست؟ حالا چه کسی پردرآمد حساب میشه؟ معیار باید چی باشه؟ 1 میلیون در ماه، 2 میلیون یا بیشتر؟ دولت میتونه بفهمه کیا پردرآمدن؟ با چه ابزاری میتونه بفهمه؟ بیاید روی خط و نظر بدید. آرش، اینقدر سوال در شبکه‌های اجتماعی زیاده که همینطور دارن از همدیگه میپرسن. سوالی که میشه، کی به حساب میریزن؟ میگن میخوان یارانه 22 میلیون نفر رو حذف کنن. ما شاملش میشیم؟ کیا رو میخوان حذف کنن؟ اینها علامت سوالایی که ذهن بیشتر ایرانی‌ها این روزا به اون درگیر این دغدغا تو شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی هم اومده. اون 22 میلیون نفر کی هستن؟ یعنی ما اون 22 میلیون دهک پردرآمد رو واقعا داریم؟ دولت از کجا اونا رو میشناسه و شناسایی میکنه؟ اینها کامنت ها و استاتوس هایی هستش که کاربران ایرانی دست به دست میکنن و از همدیگه میپرسن و یک تلنگر برای ده ها پاسخ. بعضیا میگن این عدل نیست، همه باید یارانه بگیرن. بعضیا هم میگن اگر پولدارا هم یارانه بگیرن عدالت نیست. اما پاسخ شما چیه؟ به نظر شما یارانه دهک های پردرآمد هست بشه یا نه؟ چرا؟ ما میخوایم نظر شما رو به عنوان بیننده روی خط بپرسیم. به قول یکی که میگفت رویا، اگه 22 میلیون نفر جز اون سه دهک باشن، بس خیلی تقریبا یک سوم جامعه ایران آدم های پولداری هست. اما نگاه کنیم ببینیم که چه خبره تو بحث یارانه. دولت وقتی کارش شروع کرد، دولت جدید، میگه که عملا ادامه این شرایط امکان پذیر نیست به دلایلی. از جمله مهمترین دلیلش کسری بودجه است، به خاطر اینکه این طرح با کار کارشناسی دقیقی انجام نشده. مهمترین حرف رو این روزها وزیر اقتصاد و دارایی زده، آقای علی طیب نیا، که گفته اولا پولی برای پرداخت یارانه ها نمونده. صحبت های ایشون رو ببینیم با هم. واقعا منطقی نیست و پذیرفتنی نیست، در حالی که ما در کل سال شاید کل طرحهای عمرانی، یعنی سرمایه گذاری دولت به چیزی حدود 10,000 میلیارد تومان ممکنه نرسه، 42,000 میلیارد تومان رو داریم صرف پرداختای نقدی میکنیم و این پرداختای نقدی هم از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی به دست نمیاد، بلکه از محل سایر ردیف‌های بودجه و از محل درآمدهای شرکت‌های تولید کننده انرژی است که برنامه سرمایه‌گذاری اونها رو مخدوش کرده. یعنی فاز اول عمدتاً از محل منابع بودجه و در واقع از محل تعطیل کردن طرح‌های عمرانی پرداخت صورت گرفته که ما در صدد اصلاح این رویه.
خب وزیر اقتصاد امور دارایی ایران بود. بعد از این اظهار نظر ایشون، معاون اول رئیس جمهوری ایران اسحاق جهانگیری گفتش که با چند روز تاخیر یارانه مهر رو واریز می‌کنیم. البته ایشون معتقد بود که یه سری از حامیان دولت سابق دارن یه مقدار شلوغش می‌کنن، به اونها هشدار داد مدافعان دولت قبل ما رو وارد حاشیه نکنن. بعد از این بود که 24 مهر در واقع سه‌شنبه گذشته یارانه‌ها واریز شد و قابل برداشت شد. اما واقعیت اینه که حالا برنامه حکومت داره تغییر میکنه. حکومت ایران با توافقی که با مجلس کردن، دولت پیشنهاد داده که به نوعی سه دهک بالا در واقع خارج بشن از این لیست. کمیسیون برنامه بودجه مجلس تصویب کرده شناسایی سه دهک بالای جامعه رو برای حذف یارانه ها، و دولت هم خب پیشتر اعلام کرد موافق هست که این سه دهک حذف بشن. رویا، به این ترتیب حالا مجلس قراره فردا احتمالاً تو دستور کارش قرار بده که اینو تصویب کنه، به صورت قانون به دولت ابلاغ کنه که اون سه دهک رقم قابل ملاحظه میشه، شاید 22 میلیون نفر ایرانی بشن، از این پرداخت یارانه ها هست بشه. چیزی که برای کاربرای شبکه‌های اجتماعی در حقیقت سوال بود این بود که این 22 میلیون نفر کیا هستن و اینکه چجوری میخوان شناسایی بشن، و واقعا براشون سوال بود که آیا ما واقعا 22 میلیون نفر پولدار داریم و نوع انتخاب این آدم‌ها چجوری خواهد بود و چجوری از لیست دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد. محمد نوشته که برای انتخاب اونا شیر یا خط میندازن احتمالاً و اونا رو انتخاب میکنن، و کاربری به نام معین هم گفته به قول آورنده طرح یارانه این پول امام زمانه و پول با برکتی هستش، و گفته حالا چرا میخوام ما رو از پول امام زمان محروم کنن. کاربری دیگه‌ای هم بودن که به دید طنز بهش نگاه کرده بودن، و کسانی هم بودن که تحلیلی بهش پرداخته بودم، و این 22 میلیون نفر براشون جذابیت داشت که از کجا اومدن و چه کسانی هستن. امیر گفته کلاه گشادی گذاشتن سر ملت، کالا برگو که قطع کردن، قیمت اجناس رو آزاد کردن، حالا میخوان یارانه رو هم بردارن و خودشون رو از بدنه ملت آزاد کنن. بریم سراغ میننده ها ببینیم اونها چه فکر میکنن. اول سراغ آرش میریم از تهران روی خط اسکایپ ما. آرش، به نظر چی درباره این حذف سه دهک بالا از دریافت یارانه؟ با عرض سلام خدمت شما و بینندگان، والا این مسئله‌ای که الان بیان کردن به عقیده من، اولا شناسایی کردن این افراد واسه شون فکر نمی کنم زیاد مشکل باشه، چون با ثبت نامی که کردن، با برآوردهایی که داشتن، تونستن اون اشخاصی که درآمد بالایی داشتن و شناسایی کنن، خب میتونن اونا رو حذف بکنن. ولی امروز من خودم بانک بودم، از یه تعداد از کارمندای بانک خودم به شخصه شنیدم که میگن که این ماه با سه روز تاخیر پرداخت کردن یارانه ها رو، احتمالاً ماهای آینده کلن یارانه میخواد حذف بشه، یعنی این یارانه نقدی رو کلن میخواد بردارن. شما با نفس این قضیه موافق هستی که گفته میشه خب به هر حال چرا به آدم هایی که توان مالی بالایی دارن باید یارانه داده بشه، خب به اونها قطع بشه این یارانه؟ شما با این قضیه اصلا موافقی؟ من به شخصه نه، موافق نیستم. چه فرقی میکنه؟ اگر این پول پولیه که سهم مردم ایرانه، از بابت من نمیدونم، میگن پول نفته، پول فلانه، من اصلا مشخص نیست این پول از کجا میاد اول از همه، چون هیچ کدوم از کارهایی که کردن تا حالا روی اصول نبوده. پس این هم یکی از همون کارهایی که همینجور هر دنبیلی انجام دادن. خیلی ببخشید من خیلی راحت صحبت میکنم، همینجوری هر دنبیلی انجام دادن، رسوندن تا اینجا. الان هم خودشون به جای رسیدن که خب ندارن، چون الان تحریما هستش و فروشی ندارن، داد و ستدی ندارن، پولی ندارن. آرش عزیز روی خط باش. بریم به مشهد. خانم ریحانه بیننده دیگری است که روی خط، نظر شما رو بشنویم. خانم ریحانه الو، بفرمایید، خواهش میکنم. سلام، وقت شما بخیر. راستش من نظرم اینه که اصلا قرار نیست یارانه ها حذف بشه، با خوشبندی شروع شده و به همین شکل هم پیش خواهد رفت. و در مورد اینکه حالا به چه شکل قراره که پردرآمدها رو تشخیص بدن، به مبلغ حقوقی که از دولت میگیرن و در واقع میزان درآمدی که دارن این تشخیص داده میشه. ریحانه بیننده قبل آرش استفاده میکنه. بیننده قبل آرش گفت نه، باید ازش پرسیدم که اصلا به نظرت باید به پولدارها کمتر داده بشه یا خیر، گفت نه، اگر این درآمد نفت باید به همه برابر داده بشه. شما نظرت چیه؟
ببینید من با ایشون مخالفم. خب بالاخره کسی که از لحاظ مالی مشکلی نداره نیازی هم نداره اصلا به این مبلغ، و اونه که درآمدشون کمتره بیشتر نیاز رو دارن، و اینطوری هم نیستش که اصلا به اونها داده نشه. کسی که پر درآمده مبلغ کمتری رو میگیره. بله، ممنونم از خانم ریحانه از مشهد. آرش، صحبت‌های ریحانه رو شنیدی؟ شما فکر می‌کنید که آیا این با عدالت سازگارتره؟ خب به هر حال ریحانه هم یه نظری داشت. نظر ایشون محترم، من به نظر ایشون احترام میذارم، ولی من تا اونجایی که میدونم آقای خمینی زمانی که اومدن رأس کار گفتن ما پول نفتو میاریم در خونتون. ایشون تعیین نکردن که واسه پولدار باید باشه یا واسه بی پول باید باشه. پس فکر میکنم اگر قرار چیزی تقسیم بشه و اگر این مسئله برای مردمه، باید برای کل مردم ایران باشه، نه تنها قشر خاص. ممنونم از آرش و ریحانه از تهران و باش. مشهد. رویا؟ و نظر احمد که نوشته یارانه را از فقرا میشه قطع کرد، اما پولدارها اجازه چنین کاری را نخواهند داد. الدار یا الدار، فکر میکنم نامی ترکی هستش، گفته مطلب خیلی مهمیه که این یارانه رو در دهکهایی دریافت خواهند کرد که مصرف و هزینه از بابت حامل های انرژی متوجه آنها نیست، اما با داشتن 8 بچه درآمدی برایشان ایجاد میشه که باعث حذف این قش از بخش نیروی کار جامعه میشه و بیکاران اضافه میشه، مثل روستاییان عشایر و همینطور گفته. ولی جامعه متوسط شهری متضرر میشن، چون که پول برق و گاز و بنزین و غیره رو باید پرداخت کنن و سوبسیدهاشون با توجه به نداشتن اطلاعات درست توسط دولت به نام ثروتمند حذف میشن. بسیار خوب، بریم به سراغ کامبیز میننده یکی از آمریکا روی خط هست. کامبیز، شما چه فکر میکنید؟ با سلام عرض خدمت شما که این یارانه گرفتن خوبه، خیلی عالیه. دو جنبه داره، یه جنبه که برای مردم کم درآمد کمک میشه، یعنی هم سوبسیدی است که به صنایع و معادن و کسایی میدن که به معیشت اون تولید کننده هستن، برای اینو به مردم و سوبسیدی برای منابع رو منابع که استخدام هستن، اونایی که صنایع دارن رد کردن، خب به مردم میگن. خب من کار به جنبه دیگه‌اش ندارم که گروه میشه چی میشه، من کار ندارم. ببینید این درسته، این باید باشه. این اگر و در یک مسئله دیگه هم هستش که دخیلن قرار بند شد که از سرمایه داره اینو 20 میلیون کم کنن، قطع کنن و به مردم کم درآمد بپردازن. این درسته، این تعدیل معیشت، این باید باشه. و از کجا که بسیار چی میشه مشخص میشه؟ ببینید تمام حقوق مشخصه، این اداره مالیات و دارایی همه چی رو در دستش هست. خب کامبیز، همین سوال همینه. ببینید مثلا تو همین امریکا سوشال سکوریتی هر فرد میتونه نشون دهنده این باشه که چه درآمدهایی داره و چه منابعی داره. تو ایران آیا این نظام رو داریم؟ این که مثلا فرض کنید کسی که کارمند دولته و خارج از دولت کارهای دیگه ای هم داره، آیا دولت میتونه اینو ردیابی کنه؟ ببینید درصد کمی هست که معلوم نمیشه. اونم که کار آزاد نه کش کار میکنه، اون مهمه، اینا نمیگیرن. ولی اونهایی که کارمند هستن، اصلا خدمتتون، اداره دارایی و مالیات هستش، ما داریم و اونها مشخص میکنه که چقدر کی حقوق میگیره و چی چقدر حقوق میگیره و چقدر مالیات پرداخت میکنه. ببین این مشخص میکنه که در واقع کی چقدر میگیره. و من موافقم که از اون 20 میلیون قطع بشه و به کسایی که ندارن بیشتر بدن. این یعنی تعدیل معیشت و این خیلی خوبه. ممنونم آقای کامبیز از آمریکا که روی خط بودن. ولی که نوشته درست دادن یارانه فشاری بر اقتصاد و دولت هست، آیا دولت این رو هم میدونه که خانواده های روستایی امرار معاششون از همین راه هستش و از راه گرفتن یارانه ها، و گفته که اگر که اینها رو هم بگیرن بالا رفتن قیمت اجناس در قبر رو چطوری میتونن کاهش بدن. و همینطور جواد که گفته به نظرش با حذف 3 دهک بالا اگر یارانه ما اقشار کم درآمد هم وسط اینها حذف بشه دستمون به جای بند نیست. به هر حال آرش، یکی از سوالهایی که کاربرا خیلی براشون مطرح بود این که چجوری میخواین آدما شناسایی بشن و اینکه چه ساز و کاری برای اینکه قشر درآمد پر درآمد و کم درآمد مشخص بشه چیه، اصلا چه معیاری هستش، چه کسانی پر درآمد هستن، چه مبلغی از حقوق میتونه بالاترین حقوق باشه. اینا سوالهایی بود که خیلی در بین کاربرا دست به دست میشد. اتفاقا من از کامبیز سعی کردم بپرسم ولی پاسخ دقیق نگرفتم. حالا اگه بیننده های دیگه هم بیان روی خط و نظر بدن که با چه معیاری میشه بررسی کرد که چه کسانی پر درآمد هستن و چه کسانی نیستن. بیننده برنامه روی خط هستید.
نوع طرح هدفمندی یارانه های طرحی بود که خیلی دوست داشتن این طرح اجرا بشه، از موافق دولت، مخالف دولت. منتها بعد نیست نگاهی کنیم که چی شد که اینطور شد. شاید شگفت انگیزترین اظهار نظر روزهای اخیر اظهار نظری باشه که سخنگوی دولت حسن روحانی بیان کرد. محمد باقر نوبخت میگه که بیشتر از جمعیت ایران دارن دولت داره یارانه پرداخت میکنه و این خب خیلی مهمه. اینکه قرار بوده به تعداد جمعیت پرداخت کنن ولی حالا مشخص شده که بیش از تعداد جمعیت ایران دارن یارانه پرداخت میکنن. اصالت ایشون رو ببینیم، برمیگردیم. مواجه شدیم با این واقعیت که هر ماه 3500 میلیارد تومان به همه جمعیت ایران، اجازه بدید بگم بیش از جمعیت ایران، بنا به آنچه که آمارها بیان میشه ما باید توضیح بکنیم. شما آدم دقیقی هستید، اقتصاددان هستید، چطور میشه بیش از همه جمعیت ایران؟ همانطوری که تعداد دفترچه های بیمه شما هم بیش از جمعیتی هست که ما ازش داریم صحبت میکنیم. متاسفانه دوستانی که باید این بیمه رو، یعنی این سازمان هدفمند کردن یارانه ها که باید یارانه ها رو توزیع بکنه، بر اساس حساب هایی که هر فرد داره و خانواری رو که اعلام میکنه به اون اساس باید بده. خب، حالا این تعدادی که در برابرش قرار گرفتن به همین ترتیب جمعیتشون بیش از بیش از 76 میلیون نفر. این آمار که آمار در واقع غیر قابل منتظری برای شما آقای دکتر روحانی نباید بوده باشه، چون به هر حال محاسبه همه اینا رو کردید، در مناظرهای پیش از انتخابات هم بارها و بارها این آمار مورد نقد قرار گرفت. همینطوره. بنابراین غافلگیر نشدید. خب غافلگیر نشدیم، ولی الان باید این باری رو که بر دوش گرفتیم انجام بدیم. خب سخنگوی دولت روحانی بود. اما بیژن زنگنه وزیر نفت ایران هم نکته‌ای گفته بود که سایت شانا روز شنبه نوشت که ایشون گفته که به اسم پرداخت یارانه و با تخلف‌های سریع و مکرر بخش انرژی رو نابود کردن. غیر از این یه جدول مقایسه‌ای، یه نموداری هست که بعد نیست با هم دیگه مرورش کنیم. خط بالا بدهی دولت به سیستم بانکیه. از 23000 میلیارد تومان در سال 83 رسیده به 128 هزار میلیارد. خط وسطی بدهی دولت به بانک مرکزی بود که سال 83 13 هزار میلیارد تومان بود، رسیده به 75 هزار میلیارد. و آخری بدهی بخش دولتی به بانک‌های غیر دولتیه که از 10 هزار میلیارد تومان به 53 هزار میلیارد تومان رسیده. رویا، این لیستی از بدهی‌هاست و البته سخنگوی دولت اشاره نکرد، گفت که جمعیت بیشتری داریم یارانه میدیم، اما به اون بحث شناسنامه‌هایی که وجود داره که موقع انتخابات معمولا بحثش میشه هم اشاره نکرد. خیلی هم به این اشاره میکنن که این مردمی که دارن اینا رو میگیرن به هر حال باید ببینن این پول از کجا میاد، آیا پول خودشونه؟ بس اگه پول خودشونه نباید بین قشر ثروتمند و فقیر تفاوتی گذاشته بشه و همه شامل این پول یا این مبلغ هرچند کوچک میشن. داوود گفته اجرای هدفمندی یارانه ها کار اشتباه، عجولانه، بدون کارشناسی و آسیب شناسی اجتماعی و اقتصادی بود که دولت قبلی به مردم ایران به خصوص طبقه ضعیف جامعه تحمیل کرد. این کاربر گفته مردم با اجرای این ترک موجب به گرانی های لجام گسیخته و بدون کنترل شد روز به روز فقیرتر شدند و هنوز هم در حال پس دادن تاوان این طرح ضد اجتماعی هستند. و رامین هم نوشته ما که نظام مالیاتی درست حسابی نداریم، چطور میخوان آنالیز کنن که چه کسی چقدر درآمد داره؟ شاید بشه فقط 10% رو شناسایی کنن. اما معین نوشته که مردم ایران میخوان بدونن که چجوری اینها شناسایی میشن تا راه فرار پیدا کنن، شناسایی نشن برای اینکه شامل اون 22 میلیون نفر نشن. اما بریم به تهران ببینیم شاهین چه فکر میکنه. شاهین، به نظرت چطور میشه شناسایی کرد؟ آیا دولت ابزارهاشو داره که بتونه شناسایی کنه اونهایی که درآمدشون زیاده و به اونها یارانه نده؟ لطفاً از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کن. درود بر شما جناب آقای سیگاتی و خانم منکی. بنده خدمتتون میخوام دو تا موضوع اشاره کنم. اول از اینکه این دهک‌بندی که کردن یه نوع حالت تفرقه‌انگیز بوده و از همون اول هم مشخص بود هدف حذف یارانه هاست، نه اینکه به اصطلاح این یارانه ها رو میخوان هدفمند کنن. الان من همین امروز پیش یه دکتر بودم، گفت اگر یارانه من حذف کنن، قبلا با یه نسخه میخواستم حال شما رو خوب کنم، 5 ویزیت باید بری بیای تا اون داروی اصلی و اون درمان باور بفرما. شاید من به قشر پزشکی ها توهین نمی کنم، ولی بازاری ها همینجور اینا الان برنامه ریزی دارن میکنن.
برای این که یعنی سه ماه وقت دادن به خاطر این که اونا برنامه‌ریزی کنن چجوری این حذف یارانه ها رو جبران کنن در عملکرد خودشون، و از حالا اینا دارن برنامه‌ریزی این موضوع رو میکنن. موضوع دومش هم اینه، این مبلغ مبلغ چیزی نیست، هیچ دردی از مردم دوا نمیکنه، ولی این خودش یه نوع توهینه که به اصطلاح بیان یه قشر رو سوا کنن از بقیه، و این موضوع رو به راحتی از روی کد ملی افراد. امروز شما 10,000 تومان پول میخوای بریزی به حساب یک کسی یا برداشت کنی، تا کارت ملی تو ارائه نکنی، کد ملی، تمام ورودی خروجی های حساب کتاب مشخصه، و این اطلاعاتی ها که اینا میخواستن به دست بیارن در مورد افراد، به راحتی با این مبلغ اندکی که آوردن هزینه کردن توی مدت کوتاه، به راحتی اطلاعات خصوصی مردم رو به دست آوردن و بهره برداری های راحتی میتونن بکنن از این. خب حالا اینجا یه بحثی پیش اومد، این برخی میگن که بله باید به همه به طور مساوی این یارانه پرداخت بشه، اما برخی میگن نه، به پولدارا نباید داد، فقط به آدم های متوسط و به پایین داد. شما با کدومش موافقی؟ اینا اعلام کردن داوطلبانه یه عده بیان، اونایی که نیازی به این یارانه ها ندارن خودشون امتناع کنن از گرفتن. یه دونه نماینده مجلس نرفت اسم خودش خط بزنه، یه وزیر، یه قاضی، یه دونه سفیر. یعنی شما میخوام بهتون بگم که این موضوعی که اومدن عنوان کردن، من اعتقادم این یارانه رو به همه بدن، ولی در جای دیگه اونایی که میدونن که مثلا از نظر اقتصادی قویان، جای دیگه شونشونه بگیرن ازشون کم کنن، چون این به راحتی میتونن این کارو انجام بدن. ولی من نمیدونم که چرا الان، یعنی یک سوم مردم، و این الان من خودم دوست دکتر دارم، مهندس دارم، مدیر عامل دارم، میگه من یارانه‌ای که اینا به این شکل کردن وقتی بگن به شما نمیدیم، یعنی شما جز ملت نیستین. اینا یه دونه حالت توهین‌آمیز برای خودشون میدونن. ممنونم آقای شاهین که آمدی روی خط از تهران نظر دادی. رویا نظر مارال میخونم براتون. گفته منظور از پردرآمدها چه مقدار حقوق هستش؟ و فری هم که گفته با حذف یارانه پردرآمدها موافقه، و نوشته گروهی رو میشناسه که در روز درآمدی بیش از 200,000 تومان دارم، و یارانه که اعلام میشه ساعت 12 شب با ماشین آخر سیستمشون میرن دم آبر بانک وای میسن که یارانه‌شون رو بگیرن. البته اینها کاربران زیادتری برام نوشته بودن که از مشاهدات عینی خودش نوشته بودن، از کسانی که میرن یارانه بگیرن، ولی واقعا شاید نیازی به اون 45,000 تومان نداشته باشن. و کاربری هم نوشته اونایی که درک بالا هستن اکثر همونایی هستن که مالک کسب و کار هستن، و یعنی اون اگر یارانشون قطع بشه یا حقوق کارمنداشون کم میشه یا قیمت خدمات و کالاهاشون. این اصل اولی اقتصاد کلانه. جالبه، به هر حال نفس این ماجرا خیلی پیچیده شده، یعنی اون هدفی که دولت از ابتدا داشت برای اینکه در واقع اون حامل‌های انرژی تفاوت قیمتش رو به شهروندان بده که اونا تشخیص بدن که اگر ماشین دارن استفاده کنن یا نه، و برای همه امور. اما الان یه جوری شده که خب یه سری آدمایی که توان مالیشون کمه به عنوان یک کمک هزینه مهم زندگیشون نگاه میکنن، آدم‌های دیگه هم که درآمدشون خوبه میگن خب به همه دارن میدن، باید به ما هم بدن دیگه. یه نفر پیشنهاد داده بود که کاش فقط دولت کاری میکرد که با این کارتایی که حالا یارانه توش میره فقط بشه واقعا همینا رو پرداخت کرد، یعنی واقعا هزینه این هزینه رو فقط باش پرداخت کرد، نه کار دیگه. خب بیننده‌ای که روی خط هستند بریم سراغ محمد از مشهد ببینیم محمد نظرش چیه. سلام، خسته نباشید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله، من البته زیاد نگرانی ندارم از بابت حذف یارانه ها، به این دلیل که خب من جز اون 22 میلیون نفر نخواهم بود، و اون 22 میلیون نفر چون درآمدشون بالاست به هر دلیلی بالاخره حذف میشن، اون یارانه ها حالا یا به من تعلق میگیره یا بالاخره به بخش تولید تزریق میشه. خب محمد سوال همینجاست. محمد سوال اینجاست. برخی معتقدند که مثل احمد توکلی از نمایندگان مجلس معتقدند که اون یارانه ها باید اون بخشی که به تولید و در واقع امور عمرانی اختصاص میافت که بعد برگرده سودش به این سیستم انجام نشده. فکر میکنی که این مشکل بدهی ها برای چی شکل گرفته؟ بدهی هایی که الان مقامات دولت جدید اعلام میکنن. ببینید، حرف آقای توکلی خب صحت داره، ولی برداشت ما از این آقای توکلی این نیست که یارانه و نفس دادن یارانه اشتباهه. ما این وسط دلال و دوز داریم که مانع میشه این یارانه درست به دست مصرف کننده یا تولید کننده برسه. ما اگه بتونیم این دلال بازی رو که واقعا آفت نیست برای نظام تولیدی کشور و نظام اقتصادی کشور، اگر ما بتوانیم دلال بازی و دوز بازی رو از این وسط، از این مانعی که بین تولید کننده و یارانه است برداریم،
مطمئن باشید این یارانه درست به دست تولید کننده برسه، ما شاهد شکوفایی اقتصادی کشور هستیم. بنابراین اصل مشکل دلال‌بازی و دزدی است، نه یارانه. ممنونم از محمد که از مشهد آمد، نکته مهمی رو بهش اشاره کرد. و نظر کاربری که گفته یارانه متعلق به همه است، این کار عین بی‌عدالتی است که بخوان دهک پردرآمد رو یارانش هست کنن. و کاربری دیگه گفته اولا نمیشه درست تشخیص داد که چه کسی ثروتمند تلقی میشه، و گفته چون دولت فقط آمار حقوق بگیران رو داره، ولی اونایی که کف بازار میلیون ها تومان درآمد دارن و هزاران متر زمین قلامه میکنن اونها چی؟ گفته ثانیاً من میخوام بدونم اون کسی که رفته درس خونه، زحمت کشیده، پزشک شده یا استاد دانشگاه شده یا هر شغل مناسب، خب دیگه چه گناهی کرده که باید از حقش محروم باشه؟ مگه دولت به این دسته افراد از جای دیگه کمک میکنه که بتونن یارانه نگیرن؟ این کاربر نوشته من اصلا از اول هم موافق این طرح نبودم، ولی الان دیگه قطع کردنش تبعات بیشتری برای کشور داره. خب بریم به سراغ بیننده هایی که روی خط اسکایپ ما هستن. بهداد از آلمان بیننده ایست که روی خط. بهداد شما نظرتون چیه؟ سلام، من فکر میکنم که اصلا این که همه اشخاص توی جامعه یارانه بگیرن یه چیز بی‌معنیه. ما اینو هیچ جای دنیا هم نداریم. ما توی آلمان هم داریم سیستم‌های پول‌هایی که دولت به اشخاص میده که وضع مالیشون خوب نیست. یعنی به نظر من اصلا نباید صحبت اینو کرد که کی وضع مالیش خوبه که یارانه نگیره، بلکه فقط باید توی جامعه دید کسایی که اشخاصی که وضع مالیشون خوب نیست یارانه بگیرن. آخه بهداد شاید یه چیزی خلط مبحث شده. ببین یه بحثی هست که کمک دولت به اقشار کم درآمده که تو بعضی کشورها هست، مثلا تو ایران برخی نهادها برای این کار هستن مثل کمیته امداد و اینها که به اقشار خیلی کم درآمد یه کمک ناچیزی میکنن. بحث یارانه هدفش این نبوده، گفته بودن که ما محصولاتی مثل بنزین و اینها رو که در بازار جهانی داریم یارانه براش پرداخت میکنیم، ارزون به شما شهروندان میفروشیم، قیمتش رو آزاد میکنیم، در عوض این تفاوت قیمتش رو بین شهروندان ایرانی تقسیم میکنیم. یعنی در واقع اون اعانه ای که به افراد کم درآمد داده بشه نبوده. من فکر میکنم این بیشتر البته یه بهانه بود که البته اینم خیلی در موردش تو ایران هم بحث میشد که الان همین صحبتی که میگین شما چجوری میتونن بفهمن این 22 میلیون نفر کیان که وضع مالیشون خوبه. جمهوری اسلامی مسلماً تمام امکاناتو در اختیار داره که بتونه پیدا بکنه، همینطوری که موقعی که یارانه رو میخواستن بدن حساب بانکی میخواستن، اطلاعات میخواستن که خیلی‌ها نمیخواستن اطلاعاتو به دولت بدن و اصلا دنبال یارانه نرفتن. بنابراین این اطلاعاتو کاملاً دارن. حالا شاید اصلا توسط این مسئله توجیه کردن که به همه میخوان یارانه بدن، و شاید هم از اول میدونستن که نمیتونن این کارو بکنن، به 75 میلیون 80 میلیون نفر یارانه بدن. شاید به خاطر این مسئله، به خاطر این خب سری اطلاعاتی هم دستشون بیاد، حالا از یه لحاظای حساب بانکیه، الانم دیگه تو ایران هم موقت شده مثل همه جای دنیا همه با حساب بانکیشون پول میدن، پول میگیرن، غذا میگیرن، خرید میکنن. این اطلاعات دست دولت بیاد که بعداً بتونن به قول معروف سلکت کنن که مثلا این اشخاص وضعشون خوبه یا اشخاص وضعشون خوب نیست. ولی در کل من غیر از اینکه مطمئنم که این اطلاعات دستشون هست که چه تعدادی نمیتونن یا لازم نیست که یارانه بگیرن، من فکر میکنم که برای اون اشخاصی هم که من چون زیادم ایران میرم میام میبینم اشخاصی هم که یارانه میگیرن، کسایی که وضعشون خوبه، اینو به عنوان به قول معروف وضع مالیشون نمیگیرن، اینو به عنوان یه پولی میگیرن که حالا بگیریم امشب شامی هم باهاش بخوریم، و چون بیشتر از اینم نمیشه برای این اشخاص چون پول به اون صورت زیادی نیستش. ممنونم آقای بهداد. اما به کامبیس تو بخش قبل که آمده بود توی خط توضیح داره، کامبیس بشنویم نظر تو. آقای کامبیس رو داریم از آمریکا؟ بشنویم نظر تو آقای کامبیس. خواهشم. شما گفتی که در آمریکا استیتیستیک اینکام هستش، کاملا کنترل میکنه، و اخیرا هم اوباما هم داره تری رو اجرا میکنه که مالیات بیشتری از سرمایه داره بگیره. خب اینا مشخصه، ما هم در ایران داریم، اداره دارایی و مالیات رو داریم، این همه چی رو داره کنترل میکنه، این در دستشه. پس به راحتی میتونه این کارا رو بگیره و سرمایه دار و پولدار و کنار مشخص بکنه. توجه نکنم، پس من جوابتون دادم. بله. اداره دارایی و مالیات هست که این رو کنترل میکنه، مثلا شرکت ها که با پول نمیدن که، با چک میدن،
کاملا رسمی شکل ها مشخصه، مگر شکل های چی باشه که یه پیمانکاری باشه راه باشه که خب چک نمیدن، نقدم پرداخت میکنن که خودم مالیت نمیدن، که البته اونو مدار کمی راه دید. نه نکته من یه چیز دیگر بود خان بیز. ببین در ایران یه چیزی وجود داره، این که خود مسئولان مالیاتی ایران میگن که بخشی از درآمدها تحقق نمیشه به خاطر اینکه عملا یا حالا مثلا متاسفانه با پارتی بازی یا حالا چیزهای دیگه، یا خود اسهاریش کمتر باشه. یعنی کسی که سالی فرض بفرمایید 40 میلیون درآمد داره اعلام میکنه من مثلا 5 میلیون درآمد دارم، و اینا باعث میشه که عملا اون مسئولان مالیاتی جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنن اون رقمی که انتظار دارن هر سال از قبل مالیات ها دریافت کنن اون مبلغ رو نگیرن. نکته من رو این بود. ممنونم که اومدی روی خط و توضیح دادی. بله، فقط یه نکته بفهمید. خب قطع شد مثلا. بله. توجه میکنین نسبت به دریافت مالیات، یعنی قانونی که در آمریکا وجود داره مولای ازش نمیره. من خدمت عرض کنم اخیرا اوباما داره میگه روی سرمایه‌دارا مالیات بیشتری رو میبنده، که خب جمهور خانم باش مخالفن. بله. چرا مخالفن؟ به خاطر اینکه خب خودشون جزء سرمایه‌دارا هستن. من فقط همین خواستم بگم. ممنونم از شما که اومدی روی خط نظر دادی. من نظر مسئول که گفته الان نوبت پردرآمد هاست، 6 ماه دیگه قیمت ها گران میشه و کلا یارانه برداشت میشه. گفته که ببینید کی گفتم. همینطور نظر رویا رو میخونم که گفته یارانه از اولش هم تر بدی بود، چون در چنین شرایطی به جای اینکه پول از دست مردم جمع بشه با سیاست های اقتصادی کلان غلط بیشتر نقدینگی در جامعه بیشتر و بیشتر میشه و این گونه هستش که به اقتصاد بیمار کشورمون آسیب زده میشه. و گفته الان از هر کی که بپرسید میخوان یارانه ها رو بردارن ولی قیمت ها به عقب برگرده به قبل برگرده همه موافق هستن. گفته میخواین نظرسنجی بزنین اینو بپرسین. خب نیمه برنامه رو یک دقیقه است رد کردیم. بهروز، آرمین و دیگر بینندگان روی خط هستند. برمیگردیم بعد از یک تنفس کوتاه بحث رو با شما عزیزان ادامه میدیم. رویا به هر حال مجلس باید تصویب کنه تا اینکه اون 3 دهک حذف بشن. البته پیشنویسی هم توی کمیسیون برنامه بودجه مطرح کردن اینه که بررسی کنیم که چطور میتونیم اون 3 دهک رو شناسایی کنیم. من نگاهی کردم به اینکه ببینم نمایندگان مجلس در این مورد چه نظری دارن. موافق و مخالف زیاد داریم. از جمله محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته در صورت حذف یارانه ثروتمندان 30% بودجه آن صرفه‌جویی میشه. اما غیر از ایشون علیرضا محجوب نماینده دیگری هست که میگه حذف یارانه 3 دهک مشکل رو حل نمی‌کنه و باید از افراد نیازمند به صورت جدی و اساسی حمایت بشه. به هر حال رویا دو دیدگاه متفاوت رو گفتم با بینندگانمون به اشتراک بذارم، به این خاطر که یه خبری رو خبرگزاری مهر منعکس کرده که در نوع خودش جالب توجهه. خبرگزاری مهر به نقل از ابراهیم نکو دبیر کمیسیون اقتصادی اعلام کرده بیش از 2/3 نمایندگان یارانه نمیگیرن که این کار صحیح نیست. خب این هم خبر قابل توجهیه که خود نمایندگان مجلس که میدونیم حقوق بالایی دارن جزو کسانی هستن که از این یارانه ها برخوردار هستن. نماینده تبریز هم گفته بود که بهتر این حذف یارانه رو اول از وزرا و از نمایندگان مجلس شروع کنیم و این یکی از خبرهایی بود که کاربرا بهش اشاره میکردن. اما حذف یارانه ثروتمندان نیاز به مصوبه نداره، این هم خبری بود که نمایندگان مجلس بهش اشاره میکردن و فکر میکنن که نیازی به مصوبه نیست و میتونن هر وقت بخوان این کار رو انجام بدن. اما من نظر مجید رو براتون میخونم که گفته اگرچه با اصل پرداخت نقدی یارانه مخالف بوده و هستم و اگرچه این مبلغ یارانه پول تو جیبی اونایی که میخوان یارانشون رو قطع کنن هم نیست و اصلا به اون نیازی ندارم، ولی از اونجا که این یارانه از محل ثروت‌های ملی ایران تامین میشه لذا حتی 1 ریال هم باشه حق همه مردمه. گفته میلیاردر و فقیر هم نداره، پس اگر یارانه بعضی رو به دلیل پولدار بودن قطع کنن تضیع حق و ناس هستش، باعث مسئولیت شرعی میشه، حتی باعث میشه یارانه اونهایی که میگیرن هم شبهه‌دار بشه. خب رویا بریم به سراغ بهزاد از ایران، بیننده‌ای که روی خط هست، ببینیم بهزاد چی فکر میکنه. در شما درود مردم ایران و درود زنان بزرگ ایران. ببخشید من خواستم یک مطلب خدمتتون عرض کنم. اصلا به قول اسلامی شأن نزول این قضیه برای چه بود؟
برای چه این یارانه اومد؟ حدث کوپن ها بود و بنزینی که از 100 تومن شد 400 تومن. دولت در این قضیه دید که آقا به نفعشه که این کار کنه، یعنی با حصل پول هایی که به عنوان سوبسید یا یارانه به کوپن ها میده، قند، شکر و چنین که مردم که اولی که مردم احتیاج داشتن و بنزین، دید که به صرفشه که این کار رو بکنه. حالا اینقدر بحث در این قضیه که آقا این کار به نفع ما هست یا به نفع نیست، این واقعا شروع کردن دولته. اگه به صرفش نبود چه کار نمیکنه؟ اگر یارو از اول میاد الان باید شروع میشه به دادنش. باز هم الان قیمت قند آزاد چقدر، شکر چقدر، روغن چقدر، باید باز کوپن مردم داد، باید مردم این رو به عنوان مواد غذایی میداد یا مواد پیسه سبد مصرفی مردم میداد. حالا اینکه به دولت اقل شروع کرد که آقا ما نمیدونیم، که اصل قضیه به نفعش بوده، هنوز هم به نفعش هست. حالا چطور میگه ما بودجه ندادیم؟ من متوجه این قضیه نمیدونم، شما من راهنمایی کنید، من چطور میگه بودجه نداریم؟ خب دیگه از این قضیه بیشتر دولت داره سود میبره، همین الانش با همین مقدار داره سود میبره. نه خب ظاهره با همین مقدار هم باید به مردم مواد غذایی میداد دیگه. خب یکی از انتقادهایی که به نحوه اجرای این قانون در 3 سال گذشته بوده این بوده که بهزاد عملا قرار بوده سود ناشی از انجام این طرح رو صرف امور زیربنایی و سازندگی کنن که بعد اونها به سوددهی برسن و در واقع این طرح خودش رو به طور متوالی تکرار کنه و عملا ادامه دار بشه. خب این که بعد و بدتر شد، سودش هم این کار نکردن باز، ولی در اصل قضیه به نفع دولت بوده دیگه. بله یعنی کوپونی که مردم میده به جایی که سوبسیدی که بنزین میده به مردم جایی نمیده به نفعشه. من خودم حالا خوشبختانه یا شوربختانه جز این گرفتن این چیزه خودم اسمو ننوشتم، ولی این کار در اصل به نفع دولت بوده دیگه. حالا چرا میگه ما نداریم، ما نمیتونیم؟ بریم به سراغ این دولت رو شلوغ میکنه که این قضیه رو لوس کنه. رو خط حالش بنفذه. رو خط وایسا بهزاد. بریم سراغ آرمین بیننده‌ای که از اصفهان روی خطه. آرمین شما چی فکر میکنید؟ الو سلام عرض می‌کنم خدمت شما سیگاچی و خانم رویا ملکی. بله. به نظر من آقای سیگاچی این یه جورایی ظلمه که حذف سه تا از دهک‌های بالا رو حذف بکنم، از این ظلم حساب میشه. چرا؟ ولی اگه بخوایم من که به نظر من باید یه حق مساوی داشته باشن، اونا هم با 70% که دارن دهک‌ها رو میگیرن. ولی به نظر من اگه بخوایم از یه طرف دیگه این قضیه رو نگاه بکنیم، اگر آمریکا این معوقه های ایران رو، اگه پولایی که در بانک های آمریکایی هست و میدادش، فکر نکنم اصلا لازم بود حتی این سه دهک هم حذف بشن از این دهک ها های سیگارچی. و به نظر من الان یه ظلمی که داره به مردم ایران میشه اینه که پول ها و معوقه های ایرانی در بانک های آمریکایی هستش و سودش داره میره به شبکه های مثل شبکه صدای آمریکا های سیگارچی. و به نظر من یه ظلم در حق مردم ایران. خیلی ممنون آمدی روی خط، نظرتو دادی آرمین. رویا و نظر مکوک براتون میخوام که گفته دهک های بالا که تامین هستن، بله احتمالاً بلش منظورش این بوده که حذف بشه یارانشون، و گفته چون اونهایی که توی این شرایط اقتصادی درآمدهای بالا دارن 100% از منابع یا امکانات و اعتبارات مختلف استفاده میکنن، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، و گفته قشر کارمند و کارگر که از کارمندها هم وضعیتشون از کارگرها هم بدتره، و گفته این مسئله رو باید مورد روی دوششون بکشن، و گفته مسئله یارانه ها نیاز به کار تخصصی و بلند مدت داره که باید توی دولت کارآمد این کار انجام بشه. و کاربری هم گفته اگر واقعا مشکل پرداخت یارانه هست کلن اونو قطع کنین، اما تکلیف تورم 42% رو هم مشخص کنین. گفته آیا میتونید اون رو هم یک رقمی کنید و چرا طلا و عز رو قیمتش رو تغییر نمیدید و پایین نمیارید؟ خب بریم سراغ بیننده دیگر. بهروز از آلمان روی خط هست. بهروز نظر شما رو بشنوید. خدمت شما و بینندگان محترمتان، اتفاقا جمله آخری که خانم فرمودن، مقدار 42% تورم مستقیما در مربوط میشه به پخش این پول بیخودی. ببین جامعه اصلا گر حرکت پول در ایران غلطه، پول اگه از هر منبع میاد باید بره اولا توی صندوق دولت و صندوق دولت مجددا تقسیم بشه. مال هر کسی نیست که هر چی پول میاد بین همه مساوی تقسیم بشه. یک دو، مجموع پول باید از صندوق پول ثابت گردش
پولی که در گردش هست و ثابت است از اون پول برداشته بشه و دوباره پرداخت بشه. یعنی اگر یارانه پرداخت میشه باید از صندوق دولت پرداخته بشه، از اون پولی که از مالیات مردم گرفته. یعنی از یه دست از پول از دولت ملت از مالیات میگیره اگه دولت همچه قرضه‌ای داره، و از اون دست با میده به افرادی که نیازمند هستن، به افراد بیکار، به افرادی که درآمد ندارن، به اونها میره. اون نه پول بهشون بده، در چنین مواقع ماهی رو به گشنه نده، ماهیگیری را یادش بده. در چنین مملکتی باید به اون افرادی که بیکار هستن این پول را در مورد شغل بهشون یاد دادن که برن خودشون پول در بینا را راه بندازن. عقب افتادن، یه جوری نمیتونن، درآمد نداره، این پول مال اونهاست، نه اون آقایی که نمیدونن میلیون ها درآمد داره و چی میکنه پول بده واسه اون 24. اصلا این فاجعه است که حتی افراد مجلس یک سومش به قول خودتون الان گفتیم میرن یارانه میگیرن. آقا دو سومش چیکار کنی؟ این پول میخوای چیکار کنی؟ تو به چه اجازه به خودت دادی که بری یارانه بگیری؟ تو که میدونی حق تو نیست. این پولی هست مال تمام ملت ایران، باید به جوری به طور مساوی تقسیم بشه. یه موقعیتی دست داده، شما شدی استاد دانشگاه، شما شدی نمیدونم دکتر، شما شدی مهندس، اون آقا موقعیتش نداشته که این بشه. خب این پول به اون متعلق میشه، چون او رفته عملگی کرده که تو بشی رئیس دانشگاه، تو بشی نمیدونم استاد فلان و دکتر و مهندس و فلان. حالا اون به حق تو، اون شما میری میگیری. اینم چی؟ از پول نفت پخش میکنی. خب مسلما مقدار تعداد کالا باید در رابطه مستقیم است با مقدار پول. اجازه بدید یه مثال بشه. در نظر بگی 100 تا عدد کالا ما داریم، 100 تا یه تومانی پول داریم، کالا میشه دونه یه تومن. شما این 100 تا کالا رو ثابت نگه میدارید ولی پول میکنید 200 تومن، کالا میشه 2 تومن دونه. خیلی ساده است. شما جلب ورود کالا رو گرفتی، در عوضش اومدی چیکار کردی؟ تولیدم که از بین بردید، صنایع داخلی رو نابود کردی، از این رقم پول پخش کردی. خب میشه 42%. مسلما بازم پخش کنی. این که آقای روحانی، اگه خدای آقای روحانی هم بیاد میشه 50%، میره 60%، میره بالا. ممنونم. ممنونم آقای بهروز که آمدی روی خط. به قول معروف خیلی پیشتر هشدار داده بودن به خاطر اینکه افزایش درآمد ایران از فروش نفت زیاد شده بود، که اگر این بخواد این سرمایه رو، این پول رو به بازار تزریق کنه، اون بیماری هلندی معروف دچارش میشه. از بهزاد از ایران هم تشکر میکنم که روی خط مونده بود. واقعا یارانه چه کسانی هضم میشه؟ این تیتر مطلبی بود از به قلم سیاوش آقاجانی در وبلاگش به نام سلمان علی، و من بخشی از اون انتخاب کردم که برای شما میخونم. گفته با اطلاعات ناقصی که از درآمد و مایملک افراد وجود داره، حذف افراد از یارانه نقدی به ضرر اقشار کارمند و کارگر تمام خواهد شد. همین که دولت هنوز نمیتواند جز از کارمندان و کارگران مالیات بر درآمد واقعی را دریافت نماید، نشان از این دارد که اطلاعات دولت از درآمدهای مردم کافی نیست. حال اینکه بیشترین مالیات را همین اقشار کارمند و کارگرند که در بد به دریافت حقوق به دولت پرداخت میکنند. گفته فرض کنید در شرایطی که دولت میخواهد بر اساس اطلاعاتش برخی را از دریافت یارانه حذف کند، آیا جز کسانی که اطلاعاتشان را در اختیار دارد حذف خواهد کرد؟ آیا درآمدهایی که میلیونی و با یک تلفن کسب می‌شود رصد می‌شوند؟ این بلاگر نوشته آیا در ازای هر کسی که اطلاعات درآمد و مایملکش از دسترس نیست، یک نفر که تمام دار و ندارش را دولت می‌داند حذف نخواهد شد؟ آیا عدالت این است که اقشار ضعیف هم مالیاتشان را بیشتر و زودتر بدهند و هم یارانه نقدیشان حذف شود؟ ممنونم ازت رویا، بیننده برنامه روی خط هستید در این دوشنبه. برای دسترسی به برنامه‌های ما، اپلیکیشن‌های جدید صدای آمریکا را برای موبایل و تبلت‌های اپل و اندروید دانلود کنید. نگاهی کنیم ببینیم که چه فکر میکنن مردم در ایران. یکی از کارهایی که خوبی که اتفاق افتاده اینه که خبرنگارای نظرسنجی گذاشته تون نظر کاربراشو خونده، خواسته 13,000 نفر توش نظر دادن. این نگاهی کنیم به این نظرسنجی ببینیم چی فکر کردن. 76% کسانی که در اون نظرسنجی شرکت کردن میگن حذف درک‌های پردرآمد بهترین راه برای تامین کسری یارانه نقدی.
11% میگن افزایش قیمت حامل های انرژی میتونه کمک کنه و 11.5% معتقدند که باید با قیمت با ارزش دلار در واقع بازی بشه. حالا سوال اینه که درک های پردرآمد که کیان در واقع، چه کسانی این درک های پردرآمد هستن؟ مثلا شخصی که فرض کنید که کارمند باشه، حالا 1,000,000 تومان درآمد داشته باشه، این خب قابل پیگیریه، میشه فهمید. اما اگر این شخص درآمدهای دیگری داشته باشه که ثبت نشه چطور میشه فهمید؟ 29 به این بهانه میخوام یه گریزی بزنم به بحث تاریخی. 29 مهر که امروز باشه، در سال 29 مهر 1337 سال روز ارائه لایحه از کجا آوردی بود. یه لایحه‌ای بود تو حکومت سابق در ایران که میپرسیدن و کارکنان دولت و وابسته‌هاش مکلف بودن که با سند و مدرک ثابت کنند که اموالشون از کجا و از چه راهی به دست آوردن. یه لایحه دیگه هم همون زمان تصویب شده بود، لایحه منع مداخله کارکنان دولت و نمایندگان در معاملات دولتی به مجلس. رویا، نکته جالب این دو تا لایحه که لایحه دوقلوی اون زمان محسوب می‌شد این بود که طرفدارای تصویب قانون مدعی بودند که پس از 5 قرن از زمان صفوی اگر این قانون اجرا بشه، فساد اقتصادی و اداری از جامعه ایران محو میشه. این 1337 بود. آره، اگه واقعا این از کجا آوردید همین یه سوال کردید، و اینکه قانونم شد حالا بعد از یکی دو سال حذف شد یا اصلا اجراش متوقف شد، اگر اجرا میشد به نظر تو الان نمیتونست کمک کنه به اینکه چه کسانی درآمد دارن و چه کسانی حالا جز اون دهک پردرآمد محسوب میشن تا بتونن یارانه بگیرن یا نه؟ فکر میکنم اینکه قانون اگر اجرا میشد میتونست کمک کنه. ما اینو به عنوان استاتوس در برنامه در فیسبوک روی خط گذاشتیم، کامنت های زیادی گرفتیم و اینکه به هر حال اشتراکات زیادی داشتیم. عباس، همیشه پردرآمد چه کسانی هستن؟ همونهایی که نبض بازار و اقتصاد کشور در دست اونهاست و یارانه هاشون قطع شود، تلافیش را سر ملت در میارن، برای اونها فرق نمی کنه، اجراس را گران می کنن یا احتکار. خب، امین بیننده یکی از تهران روی خط اسکایپ ماست. امین، نظر شما رو بشنویم. با سلام جامعه سیگاچی، یه صحبتی شما کردید دقیقا 10 دقیقه پیش که صحبت این هفته من بود با تمام دوستانی که صحبت میکردم. بس اینه که به من واقعی حرف شما درسته. چرا یاران قرار به همه برسه؟ چون الان چیزی که بحث داره میشه، بحث باز تعریب شدن این کلمه است. روزی که داشتن میادن این مبالغ رو میگفتن که آقا قیمت ایکس و ایگر رو این جنس اون جنس آزاد میکنیم، ما با تفاوتش رو به مردم میدیم، اونی که استفاده نمیکنه پیش تو جیبش بمونه، اونی که استفاده میکنه باید هزینه بده، اگر بیشتر هزینه بده از جیب بده. اما امروز اصلا بحث شده که یه جوری دارن یه سری افراد وانمود میکنن، میگن دهک های بالا باید حذف بشه، که میگن مثلا کمیته امدادی داشتن به همه میدیدن، یا اینکه به طرز مثلا مثل اون بگیرها داشتن این کارو انجام میدن، در صورتی که اون روز که داشتن این کار میکردن یه تعریف دیگه داشت. الان به علت اینکه کم بوده بودجه آوردن، دارن معنا رو دارن تغییر میدن که بتونن این کار رو انجام بدن. به جای چاقوی جراحی از ساتور غصابی استفاده کردن و به جای پزشک ماهرم از یک غصاب دورگرد. بنا به همین دو دلیل ساده متأسفانه اقتصاد ایران زیر نمجاله فوت کرده. تمام شده رفت به همین راحتی، چیز عجیب غریبی هم نیست. همین دو تا ما خیلی ساده داریم اینها رو. یه سری افرادم به فرض مثلا روز اول مثلا بقبولونن به مردم این بحث یارانا رو، اومدن اون کشورهایی که میگیرن مثل مالزی، مثل هم کشورهای درجه 3-4 آسیا مرکزی رو نشون دادن که یارانه میگیرن، اما نمیدن فرهنگ سازی یارانه رو به مردم یاد دادن که اون کشورهایی که دارن میگیرن به چه منظوری میگیرن، ما داریم به چه منظوری میگیریم، که الان 15 به 20 که این پولا ریخته میشه، فردا صبح خانم ها آقایون با کارت دم در بانک ها هستن که این پولو میگیرن، نمیدن هزینه خریدن زیر پیرنی میشه، هزینه الان خریدن کفش بچه میشه، یه سری چیزهای دیگه مثلا خریدها تغییر کرده. بله. و این نشون میده که این فرهنگ سازی واسه مردم به وجود نیومده که از این پول چی بوده، قرار بوده تبدیل به چی بشه. یه سری افراد اصلا با این دارن زندگی میکنن و این خیلی بد، و این واقعا بعد تیشه برشه همه زده تمام شد. ممنونم از امین که از تهران اومد روی خط و نظر داد. یه نفر به هر حال به این سوال چجوری میخوان تشخیص داده بشن جواب داده. امروز معاون اول رئیس جمهور ایران در از تشکیل کمیته گفته در حاشیه روز ملی صادرات گفته کمیته تشکیل شده برای بررسی
این دهک‌هایی که مشمول حظ یارانه نقدی میشن، گفته که توضیح درباره سازوکار و مبنای شناسه خانواده‌ای که از دریافت یارانه حظ میشن ندادن و گفته اعلام سه دهک در گذشته تنها بر اساس یک مطالعات بود و تا به حال به طور قطعی دهک‌های جامعه شناسی نشدن. به هر حال آقای جهانگیری، اسحاق جهانگیری، در مورد اینکه یک کارگروه ویژه تشکیل شده برای شناسه این افراد صحبت کرده و مصطفی گفته من از قشر پردرآمد نیستم ولی یارانه حق همه است. گفته حالا اگه به کم درآمدها نقدی میدن، به پردرآمدها عوض نقدی یارانه دیگه اختصاص بدن، نمیدونم چی، ولی اگر حق باید عادلانه تقسیم بشه و به همه باید کمک بشه. خب خانم فرزانه بیننده دیگری است که از استرالیا روی خط ماست، ببینیم که نظر ایشون چیست. سلام علیکم. خواهش میکنم بفرمایید. خوبه صحبتون میخواه، البته استرالیا صحبه. آره من در باید یارانه ها اینجا تر استرالیا یه بار سیزه بدر رفته بودیم، تمام افرادی که اومده بودن اون سیزه بدر همه میگفتن ما یارانه میگیریم. این یارانه درسته در همه کشورها اسمش در ایران یارانه است، در کشورهای دیگه سوشال سکیوریتی، اگه شما در آمریکا هم حالا یه اسم دیگه دارین، در استرالیا هم افرادی کم درآمد اینو میگیرن. این خوبه که بدن، البته ایرانی ها وقتی لجبازی میکنن میگن حق خودمون، همه باید بگیریم. سرمایه‌دارا واقعا توی 34 سال اینا افعی شدن در ایران. درسته که تونستن بازار بازی رو دیدن، هرچی تولید میکنن، تولید که چه از کنم، از جیب ملت میچاپن، اسمشو میذارن سرمایه‌داری و اینا، بذارن کنار. هرچی لجبازی کنین با این دولت، دودش تو چشم ملت میره. پس بیاین همکاری کنید. حالا که 34 سال ما موافق دولت نبودیم، ولی از یک جایی باید شروع کرد. بکشین کنار، بذارید اینا به افراد کم درآمد بره. از 500 هزار تومان کسی کمتر میگیره، این حقشه که بگیره اینا. الان من خودم در استرالیا در سوشال سکیوریتی کار میکنم، خیلی آدم ها این حقوق رو میگیرن که درآمدشون پایینه، یه ذره کار میکنن اون درآمد قطع میشه، یه مقداری تاثیر میذاره از اون چیزی که دولت میده کم میشه. دولت هم میتونه اینو تحقیق کنه ببینه کیا درآمدشون بالاست. درسته 100% نمیشه تحقیق کرد، ولی چند از پولایی که به حساب شخصی هر فردی میره به خارج میشه متوجه میشن که این چقدر درآمد داره. بالاخره تو ایران من که رفته بودم همه تو خونه ها افاس داشتن، همه کارت میکشیدن، همه درآمدا مشخص بود، زندگی هاشون معلومه. همین دولت در مورد یک مسئله سیاسی به راحتی میتونه مو رو از ماس بکشه، مطمئنم که در این مورد هم میتونه. مردم هم میخوام حتما همکاری کنن، یه مقدار انسانیت رو با ملاک کنن. نامه تون دختر خانم به آقای ظریف نوشته بود و بخونید. احساستون، وجدانتون، فقط زن بچه شما نیستن که با سیر باشن. نامه این دختر خانم به آقای ظریف بخونید، این خیلی نکته توش هست. کجای این وجدانهای ایرانیتون که 7000 سال بگین تاریخ داریم، کجای این تاریخ؟ شما الان از افیتر شدین ایرانی ها. تو خیابونه اون دختری رو گرفتن، پرسیدن ازش در مورد ریاست جمهوری چه نظری داری، اول نمیخواست نظر بده، ولی وقتی دهنش باز شد اشکش ریخت، گفت تمام ما جوانا تحصیل کرده بیکاریم، برای یه آدم بی سواد تو شرکت باید بریم هزار تا کار انجام بدیم که اصلا سواد اسمشو نداره. ممنونم خانم فرزان، ممنونم که آمدید روی خط نظر دادید و نظرتون رو بیان کردید. روی کار برای نوشته یارانه دادن دولت شده این صدقه دادن به فقرا و اونم شاید قطع بشه. دولت باید یارانه یک سال همه مردم رو بیاره در چرخه اقتصادی که بتونه ازش به سود مردم استفاده کنه و هر دو ماه یک بار از سود و به مردم پول پرداخت کنه، اونم با شفافیت کامل، و تاکید کرده که با شفافیت کامل. و کاربر دیگه هم نوشته بهترین راه اینه که دولت سیستم مالیاتی خودش رو قوی کنه که از ثروتمندان مالیات بیشتری بگیره. و پرشن گفته مشکل اینجاست که با حذف یارانه های عده از مردم کالا و خدمات اتوماتیک گرونتر میشه، یعنی نه اونی که بهش یارانه میرسه دیگه اون یارانش براش ارزش داره و نه اونی که بهش یارانه ای تعلق نمیگیره. خب به مسکو بریم در روسیه، ببینیم جعفر نظرش چیه رو خط اسکایپ ما. سلام جناب سیگارچی، سلام از خدمت میسته من دارین. بله میشنویم نظرتون رو بفرمایید. عرضم من زیاد وقتتون نمیگیرم. یکی اینکه اول من بگم که در رابطه با رایانه اصل این قضیه خوب اگه کارشناسی بشه. دوم اینکه شما میفهمم اینکه از کجا بفهمم که 22 میلیون دار پولدار هستن یا نه. ایران سیستم مالیاتیش مثل کشورهای مثل خود روسیه که همه چیز مشخصه کی چقدر پول داره در میاره حتی تو بازار، ولی چون ایران نداره، به نظر من حتی بیشتر از 10-15 میلیون نفر راحت ایران ثبت احوال داره، سازمان ثبت
اسناد، معذرت میخوام، سازمان ثبت اسناد یعنی چی؟ یعنی طرف مشخصه چند تا خونه به نامشه. الان توی ایران من فکر نمیکنم، شما فکر نکنید 22 میلیون زیاده در ایران هستن، 15 20 میلیون ایران که خونه های بالای 700 800 میلیون تومانی مثلا دارن. خب این خودش یه راهیه به نظر من. حالا یه اگه یه بازنشسته ای باشه که توی خونه ای مثلا باشه که شمال شهر یه شهری باشه که حالا به خاطر گذشت زمان اون خونش گرون شده ولی درآمدش 700 هزار تا است ولی خونش مثلا 500 میلیونه، تکلیف این چی اینجوز پولداراست؟ شما قرارداد یک میلیارد درزه خودت نمیخوای بفروشی، خودت نمیخوای خونه تو 2 میلیارد تومان بری بفروشی. خب اینو دولت چرا باید یه شخص مستاجر تاوان شما رو بده؟ پس مثلا اگه بخوایم توی حتی اینطور حساب کنین. بله بسیار خوب، ممنونم آقای جعفر که از مسکو آمدی نظر دادید. عادل گفته تشخیص کم درآمد از افراد پر درآمد کار آسانی نیست و اگر بخوان به چنین تشخیصی برسن به یک سازمان بلند و دراز و طویل نیاز دارن که این خودش بار مالی زیادی بر سازمان هدفمندی یارانه‌ها تحمیل خواهد کرد و طرح خوشه بندی نشان داد که زیر ساختا و آمارهای موجود خیلی نقص دارن و خیلی از اموال و دارایی‌های افراد در هیچ جا ثبت نمی‌شن. اینها رو عادل گفته به طوری که در طرح خوشه بندی خیلی افرادی بودن که با میلیونرها در یک خوشه قرار گرفتن اما به نان شب هم محتاج بودن، پس منطقه ترین راه پرداخت درآمد واقعی حاصل از اجرای هدفمندی یارانه به همه افراد جامعه هستش. گفته در ضمن به کسانی که با آمار و ارقام جعلی نقدینگی و گرانی بیش از حد رو برای این مردم تحمیل کردن هم باید برخورد جدی بشه. خب رامین بیننده دیگری که از هلند روی خط ماست، من دوربینم رو گم کردم. رامین بیننده دیگری که از هلند روی خط هست، ببینید نظر شما چیست؟ سلام، خسته نباشید آقای سیگارچی و همکاران شما. من یه شخصی هستم، خارج از کشور زندگی میکنم. این یارانه رو من میگیرم ولی مادرم با قرمازی تحت پوشش اون هستن. اینا این را یارانه رو اون مادر من میگیره که با قرمازی حدوداً یک و نیم گوشت برای اون شخص میشه، چون مادر من بیمه بازنشستگی میگیره. خیلی افرادی هستن خارج از کشور زندگی میکنن، این یارانه رو به قول معروف میگیرن. توی ایران هم افرادی هستن که واقعا درصد درآمد بالای زیادی دارن که فرضی را یارانه استفاده میکنن، در صورتی که حقشون نیست. این مسکن مهر و یارانه، اصل یارانه درسته، خیلی برنامه درستیه، ولی نه برای افراد، کل افراد. و این تورم 40-50% به قول من رو توی جامعه ایران به وجود آورده یارانه و مسکن مهر، نقدینگی در این زمینه زیاد شده. بله ممنونم از آقای رامین که از هلند آمدید روی خط و نظر دادی. رویا و پریوش گفته اولا 45 هزار تومان میدن، 10 برابرش رو از جیب مردم بیرون میارن و دیگه گفته کجای دنیا این کار رو میکنن که ماهیانه به مردمشون پول پرداخت کنن، وضع ملت رو بهتر نکردن که بدتر شده. در ضمن این پول رو باید به قشر فقیر جامعه پرداخت میکردن نه به همه مردم و این قانون از پایه اشتباه بود. بهتره که همه چیز به قبل برگرده و حتی گرانی ها رو هم باید خاتمه بدن. اما در توییتر هم کامنت های زیادی بود و مطالب زیادی گذاشته شده بود. کامران نوشته یارانه دادید، تورم ایجاد کردید، کار دیگه نکردید، همه چیز را 10 برابر کردید، حالا هم یواش یواش میخواهید یارانه ها را قطع کنید. به قول یکی میگفته شیا حاضرین تمام این یارانه هایی که گرفتیم برگردونیم اما قیمت ها هم برگرده به 3 سال پیش. حسام نوشته که یارانه ها شده مثل ناموس ایرانی ها، همه تا آخرین لحظه میخوام واسه اش بجنگن. خب تشکر میکنم از فرهاد از شیراز و پژمان از ایران هم که روی خط در واقع شماره‌هاشون رو به همکاران من دادن اما فرصت نیست که بگیرمشون و نظر اونها رو بشنویم. بیننده برنامه روی خط بودی در این دوشنبه که بحث روی خط درباره این حذف 3 دهه که بالا بوده که در واقع به گفته مسئولان میشه با حذف اونها عملاً صرفه جویی بشه که به بقیه پرداخت بشه. آرش این روزای چند تا خبر هستش در شبکه اجتماعی که خیلی مورد بحث هستش، یکی از اونها درگیری ها در هرمزگان هستش، در بندرعباس هستش به خاطر جدایی پارسیان که خیلی بحث برانگیز بوده، به مجلس هم کشیده شده و اعتراضات حاشیه اون. فردا ما در مورد این میخوایم صحبت کنیم و ببینیم که اصلا این کار باید انجام بشه یا نشه. ما منتظریم که کسانی که در بندرعباس و هرمزگان زندگی میکنن بیان به برنامه و استان فارس، چون یه پای پاجرا اونها هستن. دقیقاً، ما منتظریم ببینیم که بحثشون چی، اصلا سر چیه، دعوا سر چیه و ما منتظر اونها هستیم در برنامه. از اینکه بیننده برنامه روی خط بودی از شما تشکر می‌کنم و تا فرصتی بعد خدا نگهدار. شب خوش، خدا نگهدار.